سلام، به سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما دکتر زبان و ادبیات فارسی است. او با کتاب و متن زندگی کرده، با رسانه زندگی کرده و با هنر زندگی کرده. بروی من کسی دیگر دریچه وا نمی کند، میان کوچه هیچ کس مرا صدا نمی کند. صدا می کنیم دکتر جاوید فرهاد را. بفرمایید جناب استاد. بسیار خوش آمدید. حال شما خوب است؟ بفرمایید. بسیار خوش آمدین استاد. من بسیار خوشحال هستم شما را در برنامه دارم. قبل از اینکه با استاد برنامه را شروع کنیم، من میخواستم گفتگوی مقدماتی داشته باشم. برم گفتن هرچی میخواهد دل تنگت بگو از مثنوی. ما به مجور عطال شروع کردیم. بسیار خوش آمدین. سپاسگزار هستم. به نام خداوند بزرگ، خداوند دانا و توانا، خداوندی که فرصت مساعد کرد که امروز ما و شما و بیننده‌های عزیز در کنار هم باشیم و گپ و گفتی داشته باشیم. لطف میکنید. بدون شک من یکی از کسایی هستم که بیشترین لذت از صحبت شما خواهد بردم، با وجود از اینکه چیزای هم یاد خواهد گرفتم. دوست دارین از کجا شروع کنیم؟ اولین گپی که در مورد خودتان میخواین بگوین چیست؟ والله من در مورد خود زیاد فکر نکردم که من چی، ولی همیشه خواست می بوده که و دعای امی بوده که خدایا در جهان شاعر شدم، ای کاش آدم می شدم، زین فضولی های طب خیش بیغم می شدم. یاد صوفی اشقری بخیر، خدا اون رحمتشان رو کنه. خب کجای کابل تولد شدین استاد؟ من در شهر کنی کابل، در ناحیه اول و گذر درختشنگ کابل. خب کدام سال؟ سال 1348 هجری خورشیدی. نام خدا جوان ماندین و از کابل اصیل. برنامه ما از این خاطرم اصیل شده که با شخصیت های مثل دکتر چی داریم، برنامه داریم. در مورد دوران کودکی چیزای یادتان هست؟ از سالهای اول زندگی چیزی بیاد دارید؟ والا سالهای اول زندگی بهتری تر انسان در مجموعی از خاطرات خود، کودکی های خود دارد، نوجوانی خود، جوانی خود و تا میان سالی که ما در اونجا قرار داریم بهتری خاطرات دارم. بله، من کودک بودم و کودک نسبتا شوخ بودم. شوخ بودیم؟ بله، خدا رحمت کنم مادر و پدر من همیشه میگفتن که شوخ بودم. اما چیزی که بسیار علاقه داشتم از کودکی بهش قلم و کتاب بوده. جالب. بله. خب و حال خودتون چطور ارزیابی میکنین؟ شوخ هستین؟ شوخی دارین در زندگی؟ والله حالا خود شوخ نیستم، شوخ طبعم نیستم، به دلیل اینکه البته ناملایمات نانجاری های زندگی زیاد آدم را از او تصورات که می داشته باشه و یا تصور میکنه که مثل یک اسب مست توسن خودم می تازه فراز و فروت های زندگی باز تاثیر گذار است. نه حال قدر شوختب نیستم، گاه گاه اگر فرصت با دوستان فراهم میشه گام شوخی میکنیم. من تو درک کردم که میریم به سمتی امو یک باوری که میگن هر قدر جهان درک کنی رنجت بیشتر میشه. بله. اما تو اتفاق افتاده دیگه. دقیقا. و شهید بلخی شعر بسیار نازنینی داره که بیشتر اوقات تنهایی همدم است که میگه اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمند نیابی شادمانه. خردمند نیابی شادمانه، اصلا این دردناکتر از او. خیلی خوب، من چیزای زیادی میخوایم امروز در مورد شعرم بشنوم و دکلمه هم تجربه شما هم بسیار آموزنده و خوب است. اما اوایل مسائل خصوصی تر در مورد خانواده میخواین چیزایی بگوین؟ چند نفر هستین در خانواده؟ بله. کی ازدواج کردین؟ بله، ازدواج رو فکر میکنم که 27 سال پیش از امروز ازدواج کردیم و فرزند ارشدم هم سروش جان نام داره که 25 سال داره و فرزند دوم داریوش جان نام داره که او هم دانشجوی طب است، طب دندان، و پسر کلانم که سروش جان است اونا دانشجوی خبرنگاری هستند، بخش خبرنگاری رو میخوانند، و سیاوش جان پسرم تازه فارغ شده
از مکتب و یک بچه یک دیگیم که کیانوشجان نام داره، او هنوز 5 سالش است، همسرم است که زن بسیار مهربان و نازنین است و 2 عروس دارم و 1 نواسه. بسیار خوب، پدرکارانم هستین؟ بله. افتخار، بسیار خوب. میگن شاعرها با شعر خود رابطه پدری و فرزندی هم دارن، رابطه رفیقانه هم دارن و هنرمندا با هنر خود هم قسمی. شما با هنر ازدواج هم کردین، با خانواده هنرمند ارتباط دارین و این جای بسیار افتخار است. سلامت باشین، زنده باشین. بله، و در کنار از این همسرم هم پژوهشگر است و در اواخر آثارش هم چاپ شده، 2 اثرش، و زن بسیار مهربان است و همین گاه دشواری هایی که فرای ما در عرصه زندگی می آید، خب دست به دست هم داده و مشکلات حل می کنه. بسیار خوب است، افتخار است، اینا افتخار است واقعا. این روزها چطور می گذرانین؟ چی مصروفیت؟ این روزها البته روزهای شوربختانه بگویم که البته آغاز هم کردیم برنامه را که با یک یأس و ناامیدی آغاز نشه. خب روزهای خوبی نیست، نه تنها برای ما بلکه برای تمام مردم شریف افغانستان که در اینجا زندگی میکنن، روزهای بسیار تاریک دشوار است. اما امید میگه تاریشه هست، امید تاریشه در آب است، امید ثمری هست. با امید از اینکه روزهای تاریک و سیاه به پایان برسه و لبخند و شادی و خوشبختی در واقع قرین آدم ها شوه و زندگی را یک رونق تازه تر ببخشه. دیر روزها معمولا مصروف خواندن می باشم. خوب. شما می دانین اما شوربختانه کتابخانه خوبی ما داشتم و به دلیل ناملایمات روزگار، به ویژه ناملایمات اقتصادی که بود، او کتابخانه خود که 21 سال جمع کردم کتاب هایش به حراج گذاشتم و تلخترین خاطریم در 3 ماه پسین یا در 4 ماه پسین در افغانستان همی است که من کتاب های خود که حیثیت فرزندان مرا داشت از دست دادم به دلیل ناملایماتی که در زندگی بود. اینا رو صحبت خود کردیم. قبل از این آخرین وظیفه که داشتین؟ بله، آخرین وظیفه که من داشتم در رسانه خصوصی ایس ویراستار و مدیر خبر کار میکردم و در کنار از او در یک از دانشگاه خصوصی هم آموزش میدادم درست نویسی ده. خوب خوب خوب. و همین بود کارم. در کنارش می نوشتم، می خواندم و پیوسته نقد در حوزه های نقد ادبی کار میکردم، کارهای مثل دم زمینا. درست. این روزها با شعرا، با نویسنده ها، با عزیزایی که قبلا در ارتباط بودین، در ارتباط هستین، اونا چطور میگذرانن؟ تعداد اندکه، البته شمار اندکه که در افغانستان باقی ماندن با ایشان در تماس هستم، زیاد تماس البته مستمر نیست، گاه گاهه. و دوستانی که از افغانستان رخت سفر بربستن و رفتن و متواری شدن، اونا را هم دیرست ازشان از جمعی نزدیک به 4 ماست احوال ندارم. اما از دور و نزدیک خبر میشم که خوب هستن و خب دشواری های خود جهان بیرونی هم دارن، در گیردار زندگی هستن و به قول صوفی یشقری، عالمی را میدواند تا و بالا زندگی. ای عالمی را میدواند تا و بالا زندگی. واقعا خیلی خوب. شعر تازه نمیشتین این روزا؟ شعرهای این روزها چطور است؟ شعرهای این روزها بوی هرمون زدگی است و دلتنگی است. بله. میته. و من فکر میکنم که شعر البته بسیار کم نوشتیم، ولی در زمینه تفسیر ابیات ابوالمانی بیدل چیزهای تازه هم نوشتیم. بله. یکی دو نقد نوشتیم و معمولا در سکوت بیشتر بسر میبرم تا رسیدن به موضوعات مشخص ادبی و که زندگی مرا احتوا میکرد. اینا من کلمات دارم که در مورد اشعار شما دارم که بپرسم، ولی بیشتر از بیدل یاد کردین، در مورد بیدل هم سوالات دارم.
اینجا شما بدلشناس هستین؟ خودتان رو میدانین؟ والا این به نظر من بخاطر که سالها مصروف پژوهش بدل بودین. بدون شکست نفسی میگم که یک نوع گستاخی است اگر ما بگویم که یعنی عظمت بدل ببینین، زبان بدل ببینین و جهانبینی بدل ببینین، دقیقا شجاعتی گستاخی رو ندارم که ما بگویم من بدلشناس هستم. ولی اون توجیهات ذهنی و زمینی را که در ذهن خود نسبت به حضرت ابوالمعنی بیدل و ابیاتش دارم تک تک می نویسم. ادعای برای بیدل شناسی که ما به شکل حوزه‌ای و علمی کار کنم ندارم. چیزهای می نویسم، یعنی پنداشت ها و فرضیه های فردی خودم در مورد حضرت ابوالمعنی بیدل. صحبت خود کردیم. قبل از اینکه وقفه بریم، ما از حامی برنامه یاد میکنم، هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده کنین. و نوبت وقفه است. پس از وقفه کوتاه صحبت ها را با استاد جاوید فرهاد ادامه خواهد داد. ما باشیم. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. استاد چند زبان بلد هستین؟ والله من زبانها زبان اردو را بلد هستم و چون ترجمه هم کردیم برگردان کردیم از ادبیات هند. زبان عربی را بلد هستم و زبان فارسی دری که زبان خودم درست. و زبان پشتو را هم میدونم، من میتونم بنویسم. بله درست. امو یک شوخی نشه که من یک چیز بلد هستم بسیار خوب مگر بلد هستم. تا اینکه شما 20 چیز بلد باشین کمتون. آلیست بسیار خوب. ما ترجمه های شما را هم دیدیم که از زبان اردو به فارسی دری بودن. بیاین اینها را هم بشنویم. بهترین شعر دنیا پیدا شدنی است، تشخیص داده شدنی است. والله من فکر میکنم مثل از که شما بگین بهترین آدم دنیا کی است. چون به هم دارین، بهتر هم دارین و بهترین هم دارین. و من فکر میکنم که از بهترین هم اگر بشه یک تعبیر بیشتر خوب داد، یعنی از بهترین هم باز هم بهترین داریم. البته از نظر دستوری متوجه درست. باشین که کاربرد درست نیست. ولی اگر بخوایم که یک توجیه عاطفی یا احساسی به این مسئله داشته باشیم، من فکر میکنم که تا حالا بهترین شعر سروده نشده. چون اگر بهترین شعر سروده شود دیگه پایان پیدا میکنه، پایان کار است. بله پایان کار است. و بهترین ها هم فرق میکنه، بر هر کسی ممکن بهترین وجود داشته باشه، نسبیت است. بله مقوله های هنری و دریافت هایی که آمیخته با نوع نگرش و هنرمندانه باشه مبتنی بر ظرفیت ذهنی مخاطبش فرق میکنه، درک و برداشتش. برخی ها مثلا از یک غزل یا یک شعر در کل خوششون میاد، برخی ها خوششون نمیاد، شاید بسیار سطحی باشه. یعنی نوع برخورد هر مخاطب با یک مقوله هنری، با یک پدیده هنری فرق میکنه. این که چگونه او را میبینه، از کدام زاویه میبینه، آیا سبب تأثیر در نفسش میشه یا نمیشه، بحثش جدا است. اما یک نکته را میخوایم اضافه بکنم که برتولد برشت میگه که در وجود هر انسان هنرمند نهفته است. پس هر انسان به قدر استعداد خود هنرمند است. معنایش این است که وقتی شما درک برای ظرافت های ارزش های هنری داشته باشین در وجودتان، به تردید شما او دید هنری را دارین. ممکن است یک آدم با دیدن یک غروب تأثیر برش دست بده، یک آدم دیگه برعکس، خاطرات از دوره زندگیش که بسیار عاشقانه باشه با دیدن یک غروب در ذهنش تداعی شوه. یک آدم دیگه مثلا یک بیوفایی را که کسی در برابرش کرده، یک آدم کوتاهی زندگی و عمر، یک آدم دیگه کسی که دوست بهترین دوست خود از در زندگی از دست داده، با دیدن این غروب یعنی نفسش تأثیر گذار میشه در نفسش، همین حالت همین نوع نگاه. ولی معنایش این است که او همون دید هنری داره، یعنی غروب را با همون عنصر زیبایی شناسانی که فی نفسه در وجودش هست میبینه. ولی فرق میکنن نوع برداشت و درک و نوع دیدگاهی که نسبت به او پدیده هنری داره. درست. استاد ما چون خانواده ما هم خانواده به نحوی، پدرم شاعر است و با این فضای ادبیات ارتباط داره. من سالهای سال از خورترکی شخصا به این اعتقاد زندگی کردیم، مثلا به این احساس با باور که
مولانا بهترین شاعر دنیا است، مثلا آلی که بفهمم بهترین شاعر دنیا یعنی چی، ولی به هر حال این تأثیرگذاری ها در شعر است، در شخصیت است، در تاریخ است، یا در روایتش است، در چیزش است که مثلا ما را یک قسم بله نکته مهم را اشاره کردین. خب همونطور که تعبیل های هرمونتیکی از هر متن بسته به نوع نگاه مخاطب است پیشترم گفتم، شما حق دارین که همونطور فکر بکنین و حق دارین که دیدگاهتان را بگوین و برداشتتان است، بسیار برداشت زیبا هم است. باورم این است که بزرگان مثل مولانا، حافظ، بیدل، سعدی، فردوسی، یعنی امون کاخهای بلند یا قله‌های شامخ ادبیات فارسی، شعر فارسی، در همین عرصه در بخش نثر فارسی، اینا مردمانی بودن که زندگی را با تجربه های دقیق و عمیق و ژرفش برای مخاطب ارائه کردن. یعنی اینا همه زندگی شاعر بودن، شاعرانه زیستن، شاعرانه نفس کشیدن و شاعرانه ارائه دادن. به همون دلیل است که شما وقت شعری از مولانا میخونین، شعری از حافظ میخونین، شعری از بیدل میخونین، مجموعی از تجربه های جمعی و فردی را در نفس شعر میبینین و خودتان در واقع میبینین در تصاویر، در کلمات، در نوع نگاهی که شاعر افاده کرده. به همون دلیل است که شعر یک تجربه درست است که اول فردی است، ولی تعمیمش یک تجربه عمومی است. درست درست. موجودیت شعر در دنیا ضروری و حتمی است یا اتفاقی و ذوقی؟ بسته به این است که یک جامعه که نوع نگاه فرهنگیش با او شعر یا مقوله های ادبی و هنری چگونه است. من فکر میکنم برای کسایی که با دنیای عاطفی گره خوردن و بسیار عاطفی و احساسی هستند، شعر نوعی از زندگی کردن است، نوعی از نفس کشیدن است در فضای شاعرانه. اما برای همه شاید چنین چیز نباشه. درست. برخی هم باورشون این است که مثل افلاطون که از مدینه فاضله خود شعرها را بیرون میکنه و میگه که شاعر به نوع انگشت ششم است، یعنی یک پدیده جدی در زندگی نیست. البته این نوع نگاه افلاطون با توجه به برداشتش از مدینه فاضله‌ش است و در مدینه فاضله خود شاعران راه نمیده. اما امروز چنین چیز نیست، شعر همخون با زندگی و در واقع چی داره؟ حرکت میکنه و در واقع فریاد میکنه زندگی را. اینال این گونه شعرهایی که از نفس زندگی سرچشمه گرفتن به نظر من بخش زندگی هستند. اگر کل زندگی نباشند بخش مهمی از زندگی هستند. مثلا بر شما مثال میتونم، وقتی شما در یک حالت قرار میگیرین که یا حالت شعف شادی است یا اندوه است، بله، یا یک حالت برزخی است، در این حالت شما به چی رجوع میکنین؟ احساس و عاطفه شما بسیار در این حالت در حالت رقیق پیدا میکنه، میرین به شعر پناه میبرین و بخش دیگه شما برمیگرده به اینکه شما سابقه تاریخی دارین با اون نوع نگاه فرهنگی که به شعر دارین. یعنی جامعه‌تون بیشتر با شاعر سر کار داشته، همونطور که بیشتر شما گفتین خانواده‌تون بیشتر شاعر مشرب بوده و یا در فضای زندگی کردین که با شعر سر کار داشتین. به همون قیاس شما بیشتر به پدیده های هنری مثل شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم رجوع میکنین. درست. ما میخوایم بگویم کلیشه ای که رایج شده است در پرسش های مربوط به یک شاعر یا دنیای شعر و ادبیات، یک کلیشه ای است که از شاعر میپرسن عاشق شدین؟ به نظر من که خب به معنای خودم داره این پرسش، ولی شاید این جامعه ما یا امی محیط ما اولین نشان عاطفی بودن دیگه، عاشق بودن شاید در کرده باشن به خاطر. آره بگویم با شعر با عشق چیزی رابطه ای؟ شعر من فکر میکنم که ذات شعر یا جان مایه شعر عشق است. اما طور که احساس شما میدانین یکی از عناصر سازنده در بدنی شعر است، عشق هم در واقع جان مایه یا چاشنی شعر است. البته منظور ما از عشق وقتی که میگیم توجیه و تعبیر و تعریف و تعویل و تفسیر از آن فرق میکنند. بله. برخی ها فقط صرف همین بازی های عاشقانه روزمره زندگی را عشق میپندارن. درست است. برخی ها تصورات بسیار بلندتر از آن چه هست در مورد عشق دارن. اما به عشق
نمیشه، هیچ ممکن نیست. از مولانا چیزی به یادم اومد، میخوایم بخونم در رابطه ببینیم که چطور شعر و چطور زندگی در کل و چطور هستی باش با عشق شکل میگیره. میگه که از شبنم عشق خاک آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد، صد نشتر عشق بر رگ روح زدن، صد نشتر عشق بر رگ روح زدن، یک قطره از آن چکید و نامش دل شد. واه بسیار عالی. مولانا ما سالها خوانده، هر که در او نیست از این عشق رنگ، نزد خدا نیست به جز چوب و سنگ. خب اجازه میتونیم وقفه بریم؟ ادامه بدیم پس از یک وقفه کوتاه. عزیزا با ما باشین، پس از یک وقفه کوتاه صحبت را ادامه میدیم. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه و استاد فرهاد مهمان ماست. استاد، ما خبرهای شنیدیم این روزها، کتابتون فروختین. بله. میخواین چیزایی بگین در رابطه؟ من خیلی متاثر شدم. من کتاب خود خیلی دوست دارم. سلامت باشین. من فکر میکنم که جز سکوت تلخ هیچ پاسخی برای این فاجعه که البته برای من فاجعه پنداشته میشه ندارم و شما خود میدونین که وضعیت و ناانجاری هایی که این روزه همه هموطنان ما را دچار نوع سرگردانی و آشوب و پریشانی و ناانجاری ها ساخته، گریبان ما را هم گرفت که عضوی از جامعه هستم و به دلیل مشکلات اقتصادی یا دشواری های اقتصادی که داشتم، بله، کتاب های مفروختم. اما کتاب خریدار دارن؟ بر شما خریدار داشت؟ نکته بسیار مهم را گفتین. بله، چند دوست دیگه هم این مسئله را پرسید و برخی هم پرسش در ذهنشان شکل گرفت که شاید این نوی بهانه جویی باشه. دقیقا نکته که بسیار برای من حسرت بار بود و بسیار بسیار جوردهنده است همی است که این کتاب ها را که من به حراج گذاشتم، خودم دنبال چند نفر رفتم و از اونا خواهش کردم که کتاب را بخرن. خب به دلیل مشکلاتی که هست خریدار برای کتاب وجود نداره، اما شاید خوشبختی امی بود که او دوست کتاب های من را خرید و به یک کتاب خونه خریداری کرد به تعبیری که خودش گفت و او کتاب ها اونجا شاید رفت. و اما جالبی است که بر من بسیار سخت تمام می شد که من دنبال کسی می گشتم تقریبا یک هفته به طور دوامدار که کتاب ها را بخرم و نمی پیدا نمی شد اون شخص. شما می دانید کتاب فروشی ها بازارشون کساد است و شاید دست از غیب برون آمد و کار کرد. سرانجام تلاش یک هفته ای من نتیجه داد و او کتاب هایی را که من ارزش معنویش بسیار بالا بود و نسخه های بسیار نفیس خطی داشتم در کنار به یک پول بسیار بسیار ناچیز که حداقل بتونه کرای 3 ماه خانه ای مرا بپردازه، او را فروختم. درست. افغانستان از این لحاظ در کجا قرار داره مثلا در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه؟ شما تجربه و سفرهای داشتین، تحصیلات دارین؟ والا من فکر میکنم که افغانستان شاید ما بدتر از افغانستان تا حال ندیدیم. ممکن است کشورهایی باشه که بدتر از افغانستان هم باشه، چون من ندیدیم نمیتونم مشخص بگیم. اما ما فعلا تصور ما این است که از افغانستان کرده وضعیتی که در افغانستان جاری است، شاید در بسیاری از کشورهای حتی کشورهای همسایه، کشورهای جهان سوم من منظورم است، وجود نداشته باشه. بسیار بسیار وضعیت ناگوار است و بسیار ناامید کننده. بله. اما از آن جایی که پیشتر هم گفتیم تا ریشه در آب است امید ثمری هست. بله. امید می‌بندیم که انشالله این شام تاریک به یک سپیده دم
از خوشبختی ها مبدل شد. به قول حافظ دائما یکسان نباشد حال دوران هم مخور. بله، با روزی که کتاب ها را بفروختم برای آخرین بار که با کتاب ها خداحافظی کردم، نسخه خطی یک از حافظ داشتم بازش کردم که یادگار پدر زنده یادم بود. میفهمین چی با عنوان تفاعل ایش بیت آمد که فلک با مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش فضلی، همین گناهت بس. بله، و همین گناه بس ماست. بله، بیاین رو بگیم یک کم او طرفتر. شعر برای تاریخ افغانستان و بر کشور مثل افغانستان به لحاظ تاریخی سرمایه حساب شده. ما شخصیت هایی که داریم همیشه مقایسه کردیم با بلندترین شاعرای جهان دیگه. از این نظر افغانستان فکر میکنین در کجا قرار داره؟ خوب است نسبت به جهان به لحاظ ادبیات؟ این قرن شاید نه، ولی پیشترش خوب بوده. باور من این است که بله، در گذشته ها نسبتا تکانه های وجود داشت. البته در 20 سال پسین هم یادم نره که ادبیات افغانستان با توجه به شناختی که ما از ادبیات کشورهای همسایه داشتیم و در کل از ادبیات غرب داشتیم، یعنی متفاوت بوده، در واقع یک مقدار بالندگی های خود پیدا کرده بود. اما فکر میکنم که در چند سال پسین به دلیل ناملایمات سیاسی که در افغانستان بوده، و این ناملایمات سیاسی تنها یک دهه و دو دهه هم نیست، چندین دهه و شاید چندین دهه پیشتر از امروز این ناملایمات وجود داشته، ولی حداقل ثبات نسبی بوده که کارهای صورت بگیره در این زمینه. اونمو کارهایی را که در دهه 40، دهه 50، دهه 60 و دهه 70 خوب باز یک مقدار نگرانی های خود داشته، و دهه 80 و دهه 90 و تا پایان 1400 ما یک مقدار بالندگی خود داشتیم، یعنی با رویکردهای تازه ادبی در جهان آشنا شدیم، چی از طریق ترجمه ها، چی از طریق نسل نو ما، خصوصا نسل نو ادبیات افغانستان که شاعران و نویسندگان جوان هستند و من بسیار با کارهایشون باورمند هستم و خیلی تا جایی که تونستیم همراهشون کمک کردیم، به عرصه باورهای برای رشد شکوفایی آینده ادبیات افغانستان هستند. اما از بخت بد که شما میدانید وضعیت ناگوار شد و بیشتر این چهره ها و این نماینده های نسل جدید ادبیات افغانستان یا نماینده ادبیات جوان افغانستان و بیرون از کشور رفتن و یا سرخورده شدن و یا ناملایمات روزگار و ناهنجاری ها برشون فرصت نداد که بیشتر در میدان ادبیات و در کارزار ادبی، کارزارهای ادبی حصه بگیره. بله بله استاد. بله، ما علی در رابطه با این شرایط و تاثیرش برای این نویسنده اینا، ما ول به دل گفتین دیگه پیشتر یادم می دری که پست بود باید خمیده گذشت، این شرایط هم اینطور. بله بله بله، نوبت وقفه است ولی کوتاه باید اینا رو بگیم، اما نمیفهمیم این سوالات کوتاه جواب میشه، یعنی سوالات دیگه رو میارم. سوشال میدیا شما فعال هستین؟ رسانه ای جمعی؟ بله بله، در همیشه بله بله، خصوصا در رخنامه یا فیسبوک و در اینستاگرام بیشتر می نویسم، در فیسبوک بیشتر، البته رخنامه و خب دلتنگی ها را همونجا می ریزیم دیگه، جای دیگه برای فریاد کردن نیست و با گاهی هم خود ما با خود ما زمزمه می کنیم شعرها از خود و از دوستان و از شاعران بزرگ. درست، ما سوال خود ماندیم برای بعد از وقفه، یعنی عمیق اندیشیدن در ادبیات. به هر حال نوبت عکس ها هم خواهد بود پس از وقفه کوتاه. بسیار خوش آمدین. پدرم میگه که
بسیاری ها وقتی دست خود عجیب خود نبرن پول میگشن، من که عجیب دست خود میبرم کاغذ میبره و شعر پارچه شعر. دوران من گذشته و من زنده ام، هنوز آمد جهان دیگری در زندگی من. نوبت تبصره بر عکس ها را خود داشتیم، هنوز سوال ما باقی است. از همکاران میخوایم استاد شما موافق هستین عکس ها را ببینیم؟ بله چطور. عکس های هم انتخاب شده، میبینیم در پس این عکس ها چی تبصره های هست. استاد این کدام عکس است؟ این عکس کودکی است و متر که پیشتر داشت ما گفتم ما بسیار شوخ بودیم و دو جور کده بودن در خانه، گرمی بود، ما مادر متوجه نبود، رفته بیرون آمدیم و دستای خود داخل کاسی دوخ کردیم، بعد شنا کردیم. بله. و وقتی که گفتن چرا کردیم، به اصطلاح همون کابولی های قدیم حک و پک شدیم و در اون رزه تصویر ما رو پدرم گرفته، خداوند رحمتشان، خداوند رحمتشان بکنه. بسیار خوب. عکسی بدی؟ این عکس های سال های نزدیک است؟ بله، این عکسی است که روی ترس با ما مصاحبه داشت و هم روزی بود که من کتاب های خودم فروخته بودم و در مورد فروش کتاب ها. بله. خب عکس بعدی. بله استاد، این وقت مطالعه است. بله، این دیگه روزگار خوشبختی ما بوده که کتابخانه ما هنوز به حراج نرفته بوده و در کنار کتابخانه خود هنگام مطالعه بودیم که بچه‌ام به طور اتفاقی سیاوشانی تصویر گرفته. بله. چقدر کتاب داشتین استاد؟ نزدیک به 2000 جلد بود. بله. 2000 جلد. همیشه دادیم. همیشه دادیم. بله. خب در روی عکس هم خود دیدین. خب عکس بعدی؟ بله، خانواده است استاد؟ بله، مری پسرای ما سروش جان، داریوش جان، سیاوش جان که از یک طرف بگوین که ما بفهمیم استاد. خب. از طرف راست به طرف چپ حساب کنین آی لو یو نوشته هستم اونجا. بله. پسرم سیاوش جان است که تازه گفتم مکتب تمام کردن. سروش جان پسر کلان ماست یا پسر ارشد ماست که دانشجوی وسط. بله، دانشکده خبرنگاری است وسط. بله. و پسر که سوم است استاده آخری داریوش جان است که دانشجوی طب است. و خورد هم خورد که یانوش جان است که 5 سال داره و فرزند نازنین و بسیار شیرین خانواده است و همسر مسته مسعود جان فرهاد و خود مستون. همه تون شیک هستیم. من فکر میکنم فقط خودت شیک هستی استاد. نام خدا، خداوند حفظ بکنه خانواده تون. خب عکس بعدی. بله بله، همه ما شما میدونیم قله شامخ ادبیات فارسی. بله. استاد رهنورد زریاب، زنده یاد استاد رهنورد زریاب. بله. در این روزا که بیشتر گفتین سکوت بیشتر میکنین، من به فکر این رفتم که در این روزا میشه فکرم کرد بیشترم. اول این که در شرایط سخت و اندوه آدم میتونه عمیق بره یا در شرایط راحت و باز؟ ما که بیشتر تجربه کردیم، یعنی حالات نوستالژیک یا حسرت باری که در زندگی داشتیم و فکر میکنم تمام بیشتر شاعران و بیشتر نویسندگان که امو تصورات شرقی و خون شرقی در رگ‌هایشون جریان داشته و دور نانجوری ها دست و گریبان بودن، در حالات حسرت و یأس و ناامیدی و اندوه چیزهایی را خلق کردن و حتی شاهکارهای بهترین شاهکارهای ادبی جهان هم بله. در این حالت حالا مثلا بینوایان شما بخونیم، یک شاهکار بسیار بزرگ است که ویکتور هوگو خلق کرده و نام لایمات زندگی را در چهره ژان والژان ارائه میکنه، مثل از او مثلا آثار دیگره، مثلا از استاد رهنورد زریاب بخونید داستان هایش. معمولا در حالاتی که اندوه و حسرت به آدم دست میته، بنابراین میخواین که او اندوهتانه و او تنهاییتانه و او حسرتتانه با هنر قسمت بکنین و همینجاست که دقیقا قول شریعتی در خلوت است که در خلوت اندرونی نویسنده شاعر و هنرمند است که هنر با وجود میآید و بیشتر برای من یعنی حالات یأس و هرمان سبب آفرینش شده و همونطور سبب دقت و ژرف‌نگری بیشتر در حوزه های علمی. درست. اگر شاعر نمیشدین استاد چی کسی میشدین؟ اگر شاعر نمیشدم یکی از آرزوهای می بود که پزشک میشدم. خب بله، بسیار یکی از آرزوهایم بود و بسیار دوست دارم دوستانی که
پزشک هستن، طبیب هستن، دوستشان دارم و بسیار دوستان خوبم دارم. درست. و دکتر سمیع احمد یادش بخیر، همیشه برش میگفتم که تو دو حسن داری، یکی که شاعر بسیار خوب هستی و دیگه که دکتر هستی. عالی، بسیار خوب. امی شعر میایه یا جور میشه؟ شعر آمیزی از جوشش و کوشش شاعرانه است. یعنی یک مقدار شعر یا یک بخشی از شعر رو براتون بگویم که البته کاربرد مقدار از نظر دستوری برای شعر درست هم نیست، بخشی از شعر جوششی است، بخش دیگرش کوششی است. رضا براهنی هم در کتاب تلادرمس میگه که شاعر به اول به شهود شاعرانه میپردازه، یعنی اول الهام صورت میگیره بعد کشف میشه. البته کسانی که همون نوع نگاه شرقی به این مسئله دارن و نوع نگاه اشتراقی به مسئله، درست. اما ما تجربه ما این است که شاعر هم همونطور که بیشتر گفتم که شعر هم جوشش است و هم کوشش، خود الهام شاعرانه یک نوعی از جوشش شاعرانگی در وجود فرد است. بعدهای دیگهش که با توجه به تجربه شاعر مصرعهای بعدی یا جمله های بعدی در شعر سفید تعمیم میابه، او تجربه فردی شاعر از زبان است. بنابراین هم شعر هم الهامی است و هم در واقع برای ساختارش شاعر زحمت میکشه، هم ساخته میشه و هم الهامی است. اما آمیزی هزار دو است، ساختن و الهام. اگر شعرهایی را به تنهایی ساختگی باشه شما بکنید لذت وافر را که باید ازش بگیرید نداریم، چون یک چیز تصنعی یا ساختگی است. اما اگر حالت جوششی یا الهام شاعرانه جمع تجربه شاعرانگی در ذات شعر و نفس شعر باشه، شعر بی‌تردید که از موفق ترین شعرها میتونه باشه. آها، درست. یاد کسای بخیر که کوشش میکنن شاعر شوند و به جای تراش میکنن. در محیط ما، در خصوصا در محیط غیر شهری، در سوادی که بسیار اندک وجود داره، به نظر ما متوجه شدیم که بعضی ها به خاطر از اینکه هویت پیدا کنن شاعر میشن، یعنی شعر نوشته میکنن به این قصد که نه ممکن خودشان لذت ببرن یا نه کدام هدف دیگه، که اینا شاعر دانسته شون. یک قسمی که آدم شاعر نمیشه دیگه، کوتاه نمیشه. هیچ وجه. بله بله، اونا متشاعر هستن تا شاعر. متشاعر. بله، و بیشتر میتونم بگم که اونا مرتکب شعر میشن تا سرایش شعر به معنای واقعی کلمه. و شما میدونید که ارتکابات در هر بخش آدم ها ارتکابات وجود داره، ارتکابات ادبی هم وجود داره. و به نظر من شعر مقوله‌ای نیست که آدم با او دنبال نامجویی بره. شعر خوب خودش هویت خود بازگو میکنه برای مخاطب. مثلا شما حافظ بخونین، مولانا را بخونین، مثلا بزرگان دیگر مثل شاملو را بخونین، قهار عاصی را بخونین، سیمین بهبهانی را بخونین و شاعران متعدد دیگر را. شما اون روح شاعرانگی را که در ذات و نفس خود شعر است با یک نوع بیان بسیار صادقانه، ساده اما ژرف درکش میکنین. و سادگی ژرف یکی از ویژگی های بسیار متبارز در زبان شعر و در ذات شاعر است. درست. شما میبینید که هیچ نوع تصنع در شعر وجود نداره، اما وقتی عنصری را میخوانید میبینید که با آن که استادانه از شعرش، اما یک نوع زبان پر از تکلف درش وجود داره. یعنی اون روح صمیمانه و شاعرانگی را که در زبان عاطفه و شعر میخواین رابطهش ایجاد کنین بین شاعر و مخاطب، در اون شعرها نمیبینید. یک نوع از حالت تصنعی داره، جعلکاری به حساب. خب البته جای استادان مثل عنصری بیخی جدا از این مسئله است، ولی منظورم از شاعران نوپا هستن که دیگه عرصه دست میزنن و برخی ها هم مرتکب شوربختانه در رخنامه یا فیسبوک من این روزها میخوانم که شعر شاعر را میگیرن و بعد میگذارن در صفحه خود و یگانش لطف میکنن نام خود جای نام شاعر میگذاره، یگانش هم
نام شاعر اصلا نمیگذاره، به دلیل از اینکه اگر باز بگن که شیر از فلان شاعر است، از سوراب سپهری است مثلا، باز میگه خب من نام خود نگذاشتیم. ولی مهمی است که امو حق کپی رایت یا حق نشر یا حق مؤلف که میگیم باید در همه موارد رعایت شود، نه تنها در عرصه شعر، در نوشته ها، در گرفتن تصاویر، در همه موارد، در رقص، بلش، در همش و همش. درست، بازم نوبت وقفه است. پس از وقفه کوتاه بخشای بعدی برنامه ادامه میدیم. بسیار خوش آمدین قسمت پایانی برنامه سراچه. استاد به زبان ساده اگر بر مخاطبین خود بگوییم بیدل فهمیدنی است؟ آدم میفهمه چی میگن؟ بیدل صدای آن سوتر از فهم است. خب البته برخی از شعرهای بیدل دانستنی است، برخی از شعرهای بیدل حس شدنی است. فرق از بین درک و حس، یعنی برخی از شعرهای بیدل مثل یک سرگم موسیقی است که برای شما نوی از حالت میته، ولی اگر بخواین که او را یک جمع یک مساوی به دو تعبیر بکنین، اون تعبیر از او تعبیر را نمیتونین از ذات شعر بیرون بکشین. البته معنیش این نیست که هیچ کوشش نکنیم در مورد هیچ بیدل. کوشش برای درک درست شعرهای بیدل انجام ندیم، اما بیدل به نظر من مثل یک صدای آن سوتر از فهم است. یکی شما مرحله فهم و درک از محتوا را دارین در شعر، و یکی صدایی که آن سوی محتوا و آن سوی فهم آدمی ایستاده و به گوش میرسه. کوهم بیدل هم داره. بله بیدل هم اینه. ولی شعرهای بیدل همش این گونه نیست، شعرهای بسیار قابل درک هم داره. مثلا بیدل به سجود بندگی تو ام باش، تا بار نفس به دوش داری خم باش. این عرض که در کارگاه تینت توست، الله نمیتوان شدن آدم باش. بله. شما که با مطبوعات و با رسانه و دنیای رسانه زیاد هم فعال بودین و کار کردین، در مورد رسانه هم در رسانه های افغانستان هم اگر میخواستین چیزی بگوین، مشخصا سوال ما در مورد سینما هست. شما نقد سینما هم کردین. بله. در مورد سینما افغانستان میخواین قضاوت بکنین؟ البته قضاوت خو باز هم میخواییم بگیم که یک نوع گستاخی است. من در اون حد نیستم که یعنی سینما را آنقدر بدانم که در موردش قضاوت کنم. اما به عنوان یک مخاطب، یک بیننده و کسی که نسبتاً به سینما به عنوان یک مقوله جدی نگاه میکنه، میخواییم بگیم که سینمای کنونی یا وضعیت فعلی کنونی در سینما، وضعیت کنونی سینما امروز در افغانستان مثل همه گونه ها و انواع هنری دیگه دچار بسیار بدبختی فراوان است. ما تولید هنری آنچنانی که باید داشته باشیم نداریم. تولیدات که در سالهای پسین هم داشتیم البته به او پیمانه نبوده که بتونه یک چهره و هویت مشخصی از سینمای افغانستان را ارائه بکنه. البته کارهای فردی را چرا من قدردانی میکنم از دوستان مثل صدیق برمک که افتخار سینمای افغانستان هستند، و همچنان خانم کریمی که در گذشته ریاست یا عهده‌دار ریاست افغان فیلم بودند، و انجینیر صاحب لطیف که سالیان زیاد زحمت کشیدند برای پرورش نسل امروز سینما در افغانستان، و همچنان دوستان دیگری که حالا البته حضور ذهن ندارم، اگر نامهای مبارکشون از ذهنم فراموش میشه دلیلش فقط کهولت سن است و نه مثلا موضوع دیگه. یعنی در کل البته دو دهه پسین و دهه شست ما با آنکه یک نوع سینمای ایدولوژیک داشتیم، یعنی ایدولوژی زده بود، ولی به هر حال بود سینمایی بود که میشد یک مقدار حرفا را ارائه بکنه، با آنکه در بدنه نظام هم فعالیت میکرد، ولی ما فیلم های بسیار خوبی را داشتیم. مثلا چهره های بسیار متبارز داشتیم مثل سلام سنگی که افتخار سینمای افغانستان هستند، مثل خانم لینا علم، مثل یاسمین جان یارمل و بزرگان دیگه، عزیزانی که دیگه آقای ممنون مقصودی، بله، که با او سریال خود شگفتی آفریدن.
و آقای واحد نظری که در واقع کارگردان او بودن و زنده یاد منان ملگری که او را نوشته بودن و دوستان دیگه که آقای کاتب پاسود و در واقع کمدین های بسیار معروف داشته مثل حاجی محمد کامران و دوستان دیگری که به هر حال جایشان همیشه حفظ است. اما اکنون که میدانین همه چیز به هم ریخته و گلیم هنرها در کل در افغانستان برچیده شده، از کار مطبوعاتی خاطره چیزی دارین؟ پیشتر ما یک اشاره گفتین که یک وقتی یک کار کرده بودین که تصویر بود صدا نبود، میخواین بگوین؟ بله، من البته دارم در بخش ویرایش خبرها و گزارش ها کار کردیم و دارم در بخش مدیریت رسانه کار کردیم، در مدیریت خبر. مدیریت خبر، درست. و خاطرات بسیار زیاد دارم با دوستانی که کار کردیم. خب یک خاطره بسیار جالبه که با شما هم بیشتر از ثبت برنامه قصه کردم، این بود که ما یک بزرگوار را که اسمشون نمیبرم وزیر بودن دعوت کردیم در یک از برنامه. خب من پشت صحنه بودم و گرداننده را برش میگفتم که این گونه پرسش ها مطرح و این طور به این شکل کارگردانی میکردم. وقتی که طرف مصاحبه کرد بسیار با اشتیاق، مصاحبه بسیار جذاب بود، مصاحبه خوبی بود، ما متوجه نشده بودیم 15 دقیقه برنامه اصلا بدون صدا ثبت شده بود. و او دوست دارم که ما در این برنامه دعوت کردیم به صد مشکل را خواسته بودیم، یعنی بسیار فرصت شندک بود و فردا هم پرواز داشت که هیچ امکان نداشت ما او را دوباره ثبت کنیم. اصلا روی ما نمیشد ما برای زبو گوییم که والا شما ببخشید، چون چیز قابل بخشیدن نبود. به همون دلیل ما همیشه حاله که دوستا این کار را میکردن، حالا که البته خب کار رسانه‌ای تعطیل شده از ما، همیشه یادهانی میکردم که نکته بسیار خوب است که وسایل تکنیکی، خصوصا وسایل تکنیکی، همیشه باید پیش از ثبت برنامه چک و ارزیابی شد. امیدوار هستم که مصاحبه فیلم ما میتونه باشه. بله، بله، که اگر اون بود خیر باز من خدمت هست. لطف میکنید، بسیار تشکر. ما بسیار حس خوبی داشتم از اینکه شما با ما در برنامه بودین. سلام و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین. میخواین در برنامه سراچه کدام جمله، کدام پیامی از شما یادگار بمانه؟ در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، سپاسگزار هستم. من فقط میخوایم که فضای کنونی که در افغانستان است انشالله به یمن الطاف خداوندی و خدایی که ما بهش، خداوند بزرگی که ما بر ما بشارت داده، این روزهای سیاه به پایان برسه و صبح امید دمیده شود. مردم ما از بیچارگی و دشواری هایی که فرارایشان است نجات پیدا بکنند و محبت و همدلی خانه و خانه، دل به دل را بیابه. و بر پایان میخواییم بر جناب شما بگیم که دل را به دل ره است در این گنبد سپهر، دل را به دل ره است در این گنبد سپهر، از کینه کینه خیزد و از روی مهر مهر. و شاعر دیگه باز میگه که غلط است این که گوین به دل است ره دل را، دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد. بسیار تشکر استاد، سلامت باشین. من امشب و این ساعت لحظه های بسیار خوبی داشتم و اینا را در دنیای مجازی با حافظه تاریخ میسپارم به یادگار. بسیار تشکر استاد، لطف میکنم. از حسین تشکری میکنم، تا هفته بعد خدا نگهدار همه ایتان.